بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز روزی هشتم بود و ما در اینجا روزی هفتم نوشته کرده بودیم. او تعداد دوستایی که ویدیوی ما را از طریق یوتیوب میبینه خبر باشه یا بفهمه که دیروز ما موبایل پیپر کجا آورده بودیم، او اشتباه بود. یعنی روزی هفتم بود، اصلا درس روزی هشتم بود، موبایل پیپر از روزی هفتم بود. خب میایم به برنامه کویک بوکس. در درس روز گذشته ما روی جور کردن وندرز، کستومرز و امپلایز صحبت کردیم. امروز ما مسائلی که مربوطی وندر میشه روی صحبت میکنیم. در اینجا ببینیم یک گرافیکل ریپریزنتیشن برای ما داده، اما پروسه کاری با وندر چه قسم است، پروسه کاری با کستومر چه قسم است. همیشه وقتی که ما چیزی را از وندر خود خریداری میکنیم، برای از او پرچیز آردر میکنیم، اصولی در داخل باشه در خارج باشه، پرچیز آردر روان میکنیم و وندر ما میره ویر هاوس خود چک میکنه، اینوینتری خود چک میکنه که اونم جنسی که ما در پرچیز آردر برای از او روان کردیم هست یا نیست. و یا هم وقتی که او دید بود، باز برای ما چی میکنه؟ مثلا زنگ میزنه که بیدر اونو جنسی که تو آردر کده بودی پیش ما آماده است، یا او رو روان میکنه. اگر باید تن باشه، وقتی که ما مشتری رو جور میکنیم، در مشتری که هست یک انوایس ادرس بود، یک بل تو بود، دلیوری بود. خب اینالی باز به با اون نمو ادرس که ما داریم او رو برای ما روان میکنه. هر وقت که جنس ما ریسیف کردیم، بعد از بازی کماند ما استفاده میکنیم. دو اینجا باز دو کماند دیگه است کلکشن است بیشیم. یکیش که است ریسیو انوینتری ویت بل است، یکیش است ریسیو انوینتری ویت بل. اگر امرای انوینتری که تو آردر کده بودی بل بود امرایش، اینی کماند استفاده میکنی. امرای ازو انوینتری هم اضافه میشه در کویک بوکس ما، نامه ازو درج میشه که اینمی انوینتری ما ریسیو کردیم و بلش هم در کویک بوک ثبت میشه. اگر تو انوینتری رو ریسیف کردی بدون بل باشه، باز در تو حالت ما ریسیف انوینتری ویداوت بل استفاده میکنیم. خب فرق بین از این دو تا چیست؟ اگر تا وقتی که ما اگر ما این کمانده ببینیم ریسیف انوینتری ویت بل، انوینتری ریسیف کردیم و بلش هم در کویک بوکس درج کردیم، باز ما میتونیم که پول از رو پی کنیم، پی بل بکنیم اگر این کمانده استفاده کردیم. و اگر این کمانده استفاده کردیم ریسیو انوینتری ویداوت بل، باز انوینتری ما انکریز میشه، زیاد میشه. خب تا که ما بل از اون در برنامه کویک بوکس انتر نکنیم، پی بل کده نمیتونیم، پولیش پرداخت کده نمیتونیم. مثل که شما در بانک میرین، وقتی که کش اوت میکنین، کشینش خواه آسان است، کش اوت که میکنین، ویدرا که میکنین، تا که کنترولر که چشتگی سو که امضا نکنه، صحیح است، تا او خوب پاس نمیشه، یا که ترانسفر میکنه از یک اکاونت به دیگه اکاونت کلا، تا او خوب ترانسفر نمیشه. در اینجا ما قسم است، تا وقتی که شما انتر بل نکنین، تا او خوب پول زور پیمنت کده نمیتونین، پی بل کده نمیتونین. باز اگر اینجا ببینین انتر بل اگینست انوینتری، اگر ما از این کماند استفاده کردیم ریسیو انوینتری ویداوت بل، باز بلش بعدا آمد، باز اینی کماند ما استفاده میکنیم، enter bill against inventory. و اگر این کماند باشه کماند اول receive inventory with bill، باز مستقیم ما میتونیم pay bill کنیم. و این سل کنیم یک پروسه خواه از این طریق بود و یک دانه با pay bill از این طریق هم یک راه آمده، متوجه هستیم؟ راه آمده. ای به این معنی که بعضی اوقات میشه که ما هیچ به کس پرچیز آردر نکنیم، صحیح است، آیتم ما آردر نکنیم، فقط چیکار کنیم؟ یک مصارفات اکسپنس ما در کویک بوکس انتر بل میکنیم، مثلا اینترنت اکسپنسز، او را ما ساب میکنیم، بعد از او باز مستقیم پی بل میکنیم. ما مطلب ما قصد در اینجا اینطور بود که ما چیزی را آردر میکنیم، در اینجا هیچ آردر مردر چیزی نیست، فقط انتر بل، تنها انتر بل و پی بل بخاطر از استفاده میشه که اگر ما یک اکسپنس میخوایم درج برنامه کویک بوکس کنیم، بلش هستم در ماه جنوری ما پولی مصارفات اینترنت پرداخت نکردیم، بلش آمد، ما مدیر مالی است، او را برای ما آورد، او را در کویک بوکس انتر بل کردیم، بعد از او که انتر بل کردیم پی بل کردیم، او را پی بل میکنیم. در این تو حالت مستقیم استفاده میکنیم.
صحیح شو؟ میایم با مینوی وندرز ده اینجا که آمدیم ببینین انتر بیل ده اینجا ما سمره ما پی بیل ده اینجا ماستا کریت پرچیز آرڈر ده اینجا ماستا ریسیو آیتم این انتر بیل ریسیو آیتم انتر بیل فور ریسیو آیتم یکان وقت بعد شاگرده ده اینجا گیچ میشه پیش از اینکه سر از واقع بزن اینجا ببینین اولین کاری که ما میکنیم چیستا پرچیز آرڈر جور کردن استا اگر پروسی قانونی رو پیش میبریم به هر کمپانی پروفیشنال ما باید آرڈر بدیم پرچیز آرڈر باید بدیم بعد از او اگر ما آیتم ریسیف کردیم ریسیف آیتم و بلم امرایش باشن این انتربل ای کمانده استفاده میکنیم ریسیف آیتم این انتربل آیتم ریسیف کردیم و بلشم میخوام در کویک بوکس ثبت کنم به این معنی که بل امرایش آمده اونمو چیز استی که متفاوت آورده اگر تنها جنس ریسیف کردی ریسیف آیتم بطور مثال ما امو کسی که وندر ماست برای زو گفته بود ما بچه کدام چیز خوب پیدا کردی روان که بریم به این مشخصات کمپیوتر اگر پیشت آمد روان که بریم دفتر این نفر یک دادن کمپیوتر لوکس پیدا کرده بود از کسی خریده بود او رو مستقیم بعد من به دفتر آورد صحیح است یعنی آیتم ریسیو کردم هیچ بل مل امرایش نیست نه پر چیز آرڈر کردم نه چیز دیگه دو تو حالت ما از این کماند استفاده میکنیم ریسیو آیتم تنها آیتم ریسیو کردم آیتم ریسپت باز بعدن اگر ما گفتیم که بدر دی دادن کامپیوتر خو دادن کامپیوتر کس او بیخی صحیح مشکل نداره از طرف ما او کیس بیادن بل ازیر روان کو باز بعدن که بلش آمد چی میگیم انتر بل فور ریسیو آیتم بلش میخوام ثبت کنم در کویک بوکس بخاطر اونمو آیتم ها را که ریسیو کنم پس تفاوتش در چیست در اینجا بل و آیتم هر دوش یک جای میه در این دو تا کس یک دفعه آیتم میه بعد از او بل میه او را ثبت میکنم و تا که تو انتر بل نکنی سر کو اینجا آیتم ریسیو کرده انتر بل نکنی پولیش پرداخت کرده نمیتونی پی بل کرده نمیتونی و اگر ما ریسیو آیتم کنیم و انتر بل کنیم باز پولیش پیمنت کرده میتونیم به خاطر از اینکه ام آیتم ریسیو شد و ام بلش رسانده ایجا ده ای اپشن اولش خب میریم پروسه قانونی پیش میبریم شروع میکنیم زیاد گپ نمیزنیم اول پیش از اینکه شما جنس میخریم ویر هاوس چک کنیم کدام چک کنیم که پیشنون جنس هست یا نیست از کجا چک میکنیم میایم در مینوی اینوینتری فیزیکال اینوینتری ورکشیت روی از کلیک میکنیم این برای ما جنسی موجوده در بزنس برای ما نشان میده که چقدر جنس داریم ما برای ما میگه بیادر تو فقط یک دانه کورای 7 سی پیو داری دیگه هیچ چیز پیش خود نداری در اینجا چیزی که نشان میده برای ما او اینوینتری پارت هستا سرویس آیتم نشان نمیده بخاطر از اینکه سرویس آیتم که هستا او را ما شما ریسیو آیتم از طریق ازی پیش نمیبرم او یک سرویس است اگر خود ما به مشتری انجام دادیم خوب در غیر از اگر یک ویندر ما باشه یا ایمپلوی ما باشه که پیش جداست در اینجا فقط فیزیکل اینوینتری است این اینوینتری مربوطی اینوینتری پارت میشه در آیتم لیست در اینجا سرویس آیتم نمی باشه پس در اینجا ببین هیچ چیز پیش ما وجود نداره پس چی میکنم میایم در کجا میرم در مینوی وندر میگم بیدر ما میخوام که پرچیز آرڈر جور کنم با یک وندر ما جنس همه خرم بخاطر از اینکه مشتری همه پرسان میکنه چیز نیست پیشی وقتی که سفر کلیک کری برد میگه با کی پرچیز آرڈر میکنی با اپل با اسد یا کس دیگه است ما میگم با اپل کمپنی خب کلاس اگر باید تن با شما فعال کده بودیم نه اگر کلاس میخوای مشخص کنی که این امیجنس که تو خریداری میکنی بخاطر فایننس دیپارتمنت است آی تی دیپارتمنت است ام میشه که تیر چی کنی مشخص کنی یا اگر تو میگی که بیادر ای انترنل وندر ماست یا اکسترنل وندر ماست صحیح است ای را ما میتونم که جمع چی کنیم مشخص کنیم گرچه ما سر ایسی صحبت کردیم ضرورت نیست باز ای را گپ بزنیم صحیح است شما میتونیم با سیستمی بزنس تان جور کنیم پیش خود بعد از او در اینجا ما میایم چی میکنیم آیتم مشخص میکنیم کدام آیتم شما آردر میکنیم آمدیم در اینجا گفتیم بیادر برای ما یک دانه مونیتور بکار است به مو شکل یک دانه کیبورد بکار است و به مو شکل دیگه ماوس بکار است به مو شکل دیگه سی پی او بکار است صحیح است سی پی او خب کوانتیتی شو ایجا خود دسکرپشن شو خود چش میه او دسکرپشن که ما دو جهارت کده باشه مگه نباشه نبیه از بلک کیبورد که از مونیتور چند دارم گفتم دادن از این کار است بریم
داد نازی کار است، داد نازی و نود نازی به خاطر از که یک دانش داشته است. بعد از اینجا پرچیز آرڈر نمبر می آید، پرچیز آرڈر نمبر 1 است و در اینجا مکرن دیت می آید به کدام تاریخ تو پرچیز آرڈر کردی. در اینجا مشخصات امو وندر می آید، در اینجا چون ما کم مشخصات نوشته کده بودیم apple.com جان سمیت رئیسش است او در اینجا بود. اگر مکمل ادرسش نوشته می کنی نوشته کن. این معلومات از کجا میگیره؟ از وندر میگیره وقتی که ما رجوع کرده باشیم. در اینجا شیپ تو ادرس می، شیپ تو ادرس ما است از کمپانی خود ما. از کجا تو میفهمی؟ بیا در مینوی کمپانی در اینجا که آمدی، در اینجا که آمدی مای کمپانی کلک کن، اونجا امو ادرس تو نوشته شده گی سر کجا. در اینجا بیا اینا اینمی ادرس است یا نیست الکوزای کمپانی کابل صحیح است، اینمی معلومات در اونجا چیست نوشته شده گی است، اینمی معلومات در اینجا است 1006. اگر مکمل ادرس نوشته کده باشه مکمل میاد، نباشه هیچ. بعد از اینکه کار کردیم، بجای از اینکه خب دیگه آیتم سلیکت نمی کنیم، اکسچنج ریت چی را فعال نیست؟ هوم کرنسی است. پرچیز آرڈر که جور کردیم اینمی نفر کرنسی چیست؟ وندر افغانستان. اگر دلار باشه باز اتوماتیکلی هوم کرنسی چی اکسچنج ریت فعال میشه. با وندر کدام مسج میتی مسج بده، مثلا پلیز یا نوشته میکنم که کایندلی میک یا پرپیر دیز آیتمز ارجنتلی، صحیح است؟ یک مسج چیز برش میدی در میمو چیز را نوشته میکنی پیش خودت هم تو یک نوت بود نوشته که در غیر زمین هست نیست. اگر توی جنس میخری بالای کدا مشتری مشخص میفروش بازده ایش نام مشتری تا مشخص انتخاب ما این کار را نمیکنیم، بعدا باز چی میکنیم؟ انتخاب میکنیم از چی؟ فقط چی میگیم؟ سیو این کلوز میگیم. اگر سیو این نیو گفتی به این مانا که پرچیز آرڈر را سیو کو یا پرچیز آرڈر دیگر را مجبور میکنیم، میگیم نه این امی را سیو کو و کلوز کو. در اینجا اوپنینگ بیلنس و دیگر سمری این امی اپل کمپنی را برای ما نشان میده و اندار ما که قبل دیگر ترانزکشن ها به این صورت گرفته نگرفته کدام نوت در کومنت زیر نوشته کردیم وقتی که جور میکردیم یا نمیکردیم نکردیم هیچ چیز نیست. ترانزکشن هایی که صورت گرفته در اینجا برای ما نشان میده هیچ چیز فعلا نیست. فقط سیو این کلوز کلیک کردم. سپلنگ چک است میگم کلش ایگنور کو سپلنگ چک. حالا شما بیاین د هیستری او نمو وندر ما یک دانه پرچیز آرڈر چی شده اضافه شده اینجا از چه قدر پیسه است؟ از 50000 افغانی. با جور کردن پرچیز آرڈر که است در کویک بوکس ما هیچ چیز اضافه نمیشه، نه ما قرضدار میشیم و نه جنس هم اضافه میشه، به خاطر از اینکه یک آردر بود تانوس نه جنس اومده نه پول ما پرداخت کردیم. بیاین ببینیم در اینوینتری، بیاین در فیزیکل اینوینتری ورکشیت هیچ چیز اضافه نشده. اگر بیاین در کمپانی سناپ شات ایجا کلیک کنیم اکاونت پیبل ما هم اضافه نشده، چیزی که سابق بود و است در غیر از دیگه اضافه نشده. سل کنین اکاونت پیبل ما در کجا است؟ اکاونت پیبل ما شاید در پایین باشه، اکاونت پیبل صفر است اضافه شده نشده. ام اکاونت یو اس دی و ام اکاونت پیبل با هم کرنسی ما یک شم نیست ادری صفر است. بعد از اینکه ما آردر کردیم این نفر بریم زنگ زد که بیادر وندر ما که جنس آمده است روان کنم، گفتم بله روان کن. بلشم روان کنم رش، میگم بله روان کن. بلشم روان کنم رش، ما چی میکنیم؟ میگم ریسیو آیتم این انتر بل، ام آیتم ریسیو کردیم و ام بل. وقتی که جنس در دفتر ما برسد او تو حالت تو نشو که اوی از طریق تلفنی کار بکنی و ایرم باز مردم چی کار میکنه؟ بعضی اوقات تا وقتی که جنس مکمل چک نکرده این در بل نمیکنه. بعضی اوقات میشه مثلا دادن کامپیوتر آردر کرده باشه او یکش خراب برای باز او تو حالت باید او کم شو. آمدم ایرم کلیک کردم ریسیو آیتم، آیتم از کی ریسیو کردی؟ از سر اپل انتخاب کن، صحیح است؟ خوبی از اثر انتخاب کردن این نمیست که اگر ما اثر انتخاب میکنیم باز کویک بوکس هیستری این وندر ما را میبینه اپل که است در هیستری از کدام پرچیز آردر است یا نیست برای ما میگه بیادر. اگر او آردر باشه برای ما او را میکشه برای ما میگه این نمی آیتم که ریسیف کردی با اساس کدام پرچیز آردر ریسیف کردی شما آردر کده بودین یعنی امو تاویی هیره که کلک کردی سل کو مسج میده برای ما Open purchase orders exist for this vendor. Do you want to receive against one or more of these orders? میگم میخوای پرچیز آرڈر را باز کنیم در هیستوری ازی کدام وندر که است
هر چه پرچ آرڈر وجود داره میگم بله میگه آی اینمی آرڈر بس اینمی آیتمی که ریسیو کردی بر اساس کدام پرچ آرڈر است یا نیست میگم بله یس اگر نو کلیک کردی باز مجبور است خودت آیتما رو یک یک نمره انتخاب کنی باز اونو رو به خاطر از استفاده میکنیم که بعدا ما پرچ آرڈر نکرده بودیم این نفر هم کدام چند تا کامپیوتر پیدا کرده خوش اومده او رو برای ما روان کرده بلا ممر شخص رو میخوام ثبت کنم بدون پرچ آرڈر میگم بله ما اینمی پرچ آرڈر نمبر 1 هستم این امیره که آردر کده بودم جنسش رسید برای ما اگر کدام وندر دیگه دست میشه از اوجه انتخاب کنم میگم نه این امی صحیح است اوکی کلیک کردم صحیح است دیگه در اینجا برای ما چی میسج میده This name has time data in the company file Do you want to want this check or bill to represent it time work it? No میگه این امی وندر که هسته فکر کنم که کدام ویکلی تایم اکتیویتی رو ما در این وندر درج کرده بودیم میگه تو میخوایی که او رو میجرد کنی نمیگیم بخاطر از اینکه ما این آیتمی که ریسیو میکنیم به اساس پرچیز آرڈر است سلکو وقتی که پرچیز آرڈر نمبر 1 ما انتخاب کردیم چیزی که در او موجود بود کلش برای ما روان کرد برای ما میگه اینمی اینمی کلم جنس در اونجا موجود بود کاستش هم برای ما نشان میده مکمل و این کاست اونمو کاست است که ما سلز میکرد ببخشید با ما نوشته یک سلز پرایس بود یک کاست بود این اونموست که ما گفته بودیم که برای ما چند تمام میشه اونمو رو خودش میگیره اگر تغییر کرده باشه ارزان شده باشه قیمت شده باشه میتونه اینجا تغییراتشم شما بیارین مشکل نداره مثلا به 2000 است یا 1500 شده میشه که جنس تغییرات بیاری چه مشکل نداره اگر تو میخوای ایره به کدام سایت مشخص روان کنی میتونی به اون سایت مشخصی رو چی کنی روان کنی انتخاب کنی نظمی جایی اگر تو ای را بخاطر یک مشتری مشخص انتخاب میکنی انتخاب کده میتونی اگر تو میخوایی ای مصارفاتت مربوط کدام کلاس مشخص میشه از انتخاب کنی میگم نه دیگه معلوماتش چیزی که مربوط به پرچیز آرڈر است کلش میاد اینجا اگر میخواستی امو پرچیز آرڈر را ببینی پرچیز آرڈر نمبر 1 که سر از کلیک کن مستقیم پرچیز آرڈر را بهت نشان میده اینمی پرچیز آرڈر بود خو صحیح است ای را کلوز کن دیگه تاریخی امو ریسیو آیتم برات نشان میده با کدام تاریخ آیتم تو ریسیو کردی ما آردرم به می تاریخ کده بودم جنسم به می تاریخ برام ریسیو شد خب وقتی که ما شما گفته بودیم ریسیو آیتم ان انتربل آل موبایل نمبر شده چی میکنی در رفرنس درج میکنی مثلا ما میگم که بل نمبر 10 20 بل نمبرش هست دیگه کد چقدر پیسہ بود 50000 افغانی بود مکمل بل دو دیت که هستا با کدام تاریخ باید پول شما پرداخت کنیم برای ما میگه مای سیون تاریخی نو فکر کنم 10 روز ما برش انتخاب کرده بودیم صحیح است دیگه آلی 10 روز برش وقت داده اگر تو میگی نه ما قد از یک زده بودیم که تا تاریخ 20 پولش پرداخت میکنم میتونی که او را تغییرات بیاری مشکل نیست کلاس از ایجا مشخص کده میتونی اگر میخوای که اینمی کل آیتم مربوط یک دیپارتمنت میشه کلاسش از ایجا انتخاب کنم اگر متفاوت باشه باز کلاس از ایجا انتخاب میکنی مثلا بعضی از یا به خاطر دیپارتمنت مالی است بعضیش به خاطر آیتی است باز متفاوت انتخاب میکنی و اگر از ایجا انتخاب کردی باز به کلش اونم یک کلاس انتخاب میشه اگر ما با اینا کدام پیمنت ترمز کرده باشیم او اتوماتیکلی خودش پیدا میشه اگر نباشه خود ما انتخاب میکنیم ما گفته بودیم که بیادر پول باید در چه روز برای ما به تو پرداخت میکنیم در 30 سال که تاریخ خودش تغییر میکنه حالی چه چیست بل دو دیت چند است 20 خب اینجا یک ما پوره شده نشده یک ما نیست ما اینجا 30 انتخاب میکنم تاریخ هم اتوماتیکلی چی شد تغییر کرد یا نکرد تغییر کرد خب دیسکاونت دیت چیزا اگه باشه دیسکاونت چیزا رو ما سیت اپ نکردیم دا میمو چیز رو نوشته میکنم نوشته کو غیر از چیز نیاز نیست بعد از روی سیو این کلوز کلیک میکنیم آلی دا برنامه کویک بوکس ما شما تغییرات میاد اینوینتری ما چی میشه زیاد میشه اکاونت پیبل ما چی میشه زیاد میشه صحیح است به خاطر از اینکه تانوس پیمنت نکردیم که پیمنت نکنیم اون سری ما پیبل میشه سیگه اینا که کلیک کنیم سیو این کلوز برای ما میگه تو تانوس هیچ سایت برازی مشخص نکردی یو مست اساین سایت تو ایوری لاین دینج چی میکنیم اینا می دیفالت انتخاب میکنیم با کلش انتخاب کردیم سیو این کلوز گفتم یس انتخاب کردیم خب حالا شما بیاین دا اینوینتری بیاین دا فیزیکلی اینوینتری ورشیت بیاین دا اینجا که آمدیم دادن ازی دادن ازی دادن ازی و دادن ازی چی شده؟ اضافه شده برای ما صحیح شد و اگر بریم دا کجا بیم دا کمپنی سنپشارت کلیک کنیم شما ببین اکاونت پیبل ما 50000 افغانی چی شده؟
اضافه شد نشد ایده پایین بود بالا بالا آمد به خاطر از اینکه اماوند دی پیدا شد 50000 افغانی ما قرض داشتیم. دی دفعه چی کار میکنیم؟ ما ریسیو آیتم میکنیم مگم بدون بل صحیح است. خب حالا ببینید شما 50000 ما قرض داشتیم یا نشد. حالا اگه ما دا پی بل بریم فقط اینم یک وندر برای ما نشون میده پی بل شکی تو اینقدر پول قرضدار هستی. میام دا پی بل که اومدم از کس قرضدار هستم ده اینجا اکاونت پی بل هایتن مشخص میکنی. اکاونت پی بل با دلار میخوای معلوم کنی یا با افغانی؟ برای ما میگیم که افغانی میگه یک نفر هست قرضدار هستی، با دلار قرضدار نیستی از هیچ کس. خب از کی قرضدار هستم با افغانی؟ میگه برادر یک وندر هست اپل نام داره، بینمی تاریخ پولیش هم باید پرداخت کنی، بل نمبرش اینمی است، دیسکاونت نداری، اماوند دو که هست، قرضدار که هست چقدر است؟ 50000 افغانی است. چقدر میخوای پیمنت کنی؟ میگه مال پیمنت نمیکنم، بعدا پیمنت میکنم. صحیح شد؟ اینم چی کردم؟ کنسل کردم. این دفعه باز میایم به کمپانی دیگه که به نام گوگل است. با دلار چی میکنم؟ بر از اون ما یک پرچیز آرڈر میکنم، خریداری رو با دلار میکنم. آمدم در کجا در وندر است، در اینجا که آمدم گفتم کریت پرچیز آرڈر. میشه که شما آیتم ریسیو کنین بدون پرچیز آرڈر، میشه که شما آیتم ریسیو کنین با اساس پرچیز آرڈر. صحیح شد؟ ما میگم که به این نفر ما هیچ پرچیز آرڈر نکده بودم، آیتم برای ما آورد، ریسیو کردم آیتم. خب از کی آیتم ریسیو کردی؟ در این دفعه میگم که بیادر ما آیتم ریسیو کردم از گوگل ریسیو کردم. خب سر کویجا اتوماتیکلی وقتی که فارین کرنسی رو انتخاب میکنی اکسچنج ریتم چی شد؟ فال شد اتوماتیکلی. خب با کدام تاریخ آیتم ریسیو کردی؟ با اینمی تاریخ؟ بله. چون بل نیست رفرنس نمبر نوشته نمیکنی، بل نیست دیگه چی رو نوشته کن؟ دوجا فقط رفرنس نمبر نوشته میشه. خب آیتم بیاد اینجا انتخاب کن. میگم بیادر ما از این نفر چی رو به دست آوردیم؟ میگم که ده اینجا آمدم یک دانه بیتری سعیسته با مشکل، یک دانه کیبورد و هم یک دانه سکرین ریس، یک دانه نیم مثلا پنج دانه ازی رسید، پنج دانه ازی شد، پنج دانه ازی، پنج دانه ازی رسیف کردیم. اینجا با دلار قیمتش نشان میدن، یک دانه ازی 16.30 دلار میشه. او رو چی میکنه؟ او نمو افغانی را که در اینجا ما نوشته کده بودیم اونم قیمتایش زرد تقسیم میکنه. سل کویجا آمدم گفتم بیادر که برای ما بچند تمام میشه؟ ای ربل کلیک میکنم. خب چند است؟ 3000 است. 3000 رو میگم تقسیم کو، 3000 تقسیم کو بچند 92 دوجه 92 زرد کردیم. چند میشه؟ تقریبا 32.6 میه. در اینجا ببینید شما چند حساب کردن بیتری را، 92.6 ای کیبورد بالا بیتریس اینجا سل کو 32.60 همون چیز قیمت که اونجا سمور انتخاب کردن. صحیح شد؟ او را باز میگیره ضرب میکنه تعداد برای ما میگه که اینقدر دلار میشه. با کدام سایت مشخص شما این انتقال میت از اینجا سایت انتخاب سایت کو کلاس نی سایت از اینجا با کلش انتخاب میکنه. میگم اینمی این نرمال است، اوکی کلیک کردیم. حالا که شما آپشن انتخاب کردیم باید سایت انیبل کردیم باید انتخاب شما. صحیح شد؟ کلاس مشخص نمیکنیم، بل نمبرش مشخص نمیکنیم به خاطر از اینکه نداره. برای ما میگه اینقدر دلار میشه، 309 دلار میشه که به افغانی 28409 روپیه میشه، مشکل نداره. و در اینجا فقط در میمو خودش آمده ریسیو آیتم بل تو فالو، بلش باید فالو کنیم. آیتم ریسیو کردیم بلش فالو کنیم. اکسچنج ریت اینمیست یا تغییر کردم؟ میگم نه اینمیست، برای سیو اند کلوز میگم. آلی کدام تغییرات میاد در کویک بوکس؟ کس گفتم میتونه وقتی که آیتم ما ریسیو میکنیم؟ نه خیر، بل انتر میکنیم. خب کی گفتم میتونه؟ فقط تغییرات میایا پیمنت کردن میتونه، به خاطر از اینکه بل که نباشه چه قسم پیمنت میکنی؟ خود تقلب شد بل برات معلوم نیست با اون نفر پیمنت میکنی. کویک بوکس تا او وقت بل که انتر نکنی قبول نمیکنه. اینوینتری ما زیاد میشه چون جنس پیش ما اومد یعنی ریسیو شده جنس اونجا بردن در دفتر ما نو زیاد شد دیگه باید در کویک بوکس اضافه شما. پولم قرضدار میشی خوب پرداخت کردن نمیتونی. در کویک بوکس تو گفتی که ما دا قلم جنس پیدا گرفتیم 30000 افغانی قیمت ازی شد. خب تا که بل نامده برویت بل تو رو در کویک بوکس نرسانی که هدف قد چی بود تا او وقت پیمنت کده نمیتونی. صحیح شد؟ خب این کار که کردیم بعد چی میگم؟ سیو این کلوز میگم، سیو این کلوز کلیک کردیم. حالا شما بیاین از گوگل چقدر قرضدار شدیم؟ اگر در اینوینتری بریم سر کو اینوینتری ما هم زیاد شد، فیزیکل اینوینتری آمدم
اینجا بین اینا 5 دانه 5 دانه 5 دانه زیام اضافه شد. اگر بریم در کمپانی اسنپ شات اکاونت پیبل دلاری ما اضافه شده. یک اکاونت پیبل افغانستان اینا قدر است 50000 و اکاونت پیبل دلاری ما چقدر 28490. اینا اکسچنج میکنه به هوم کرنسی. اگر بایدتان باشم براتون گفته بودم که شما اگر میخواستین اوپنینگ بیلنس یک فارین وندر اد کنین یا کاستمر اد کنین باید به هوم کرنسی او را کنورت کنین دوجا اد کنین. صحیح شد. خب آلی اگر ما بیایم مثلا کو آیتم ریسیو کردیم یا نکردیم، قرضدار هستیم یا نیستیم، پیبل کرا نمیکنیم. بیاین ببینید شما کی حقیقت داره. یعنی اومدم در مینیو وندرز تا اینجا که اومدم در پیبل، وقتی که ما میگم پیبل میکنم اکاونت پیبل اف هوم کرنسی ما نشون میده. اگر دلاری رو بگیم نشون میده نمیده، چون تا وقتی که تو انتر بیل نکنی تا او وقت تو پیبل کده نمیتونه. قرضدار هست میخوای اجازه نمیده بریم بلش نرسونده اوایی خود نمیشه. در اکاونتینگ سایکل اگر باید تن باشه، کسایی که اکاونتینگ خوانده اولین چیزی که ما شما امی جورنال و لیجر و ترایل بیلنس و فاینانشل استیتمنت یا کلش بساس ازو که کار میکنه چی است؟ سورس داکومنت است، برویت اسناد است. که اسناد نباشه یکی از این قابل تطبیق نیست. برویت اسناد ما چی میکنیم؟ جورنال ثبت میکنیم، بعد از لیجر، بعد از ترایل بیلنس به اون شکل. ایج هم کویک بوکس هم میگه تا که اسناد نداشته باشی ما او رو قبول نداریم. میم دا ویندرز تا اینجا که آمدی آلی میگیم بیادر بلا بریم روان کدم و بلش از یادش رفته بود یا کدام کسی دیگه بود بل نو رسید بریم. انتر بل فور ریسیو آیتم، بلا انتر میکنم بخاطر آیتم هایی که ریسیو کردیم. خب بل از کی ریسیو کردی؟ از اسد میگه از این کدام بل قرضدار نیستی. یعنی به این مانا این کدام حساب نداره که تو بل سر از استومان داشته باشه. این یک جنس ریسیو کرده باشه بدون بل. اگر اسد انتخاب کنم میگه هم نیست، اگر گوگل انتخاب کنم بله میگه یک بل از اومده. آیتمش ریسیو کردی بلش باید فالو میکردی. امیستا میگم بله ایرا کلیک صحیح شوره که کلیک کردی بعد از اوکی کلیک اوکی کلیک کردی مکمل معلوماتش خودش کاپی میکنه. آن میشه که رفرنس نمبرش چی کنی؟ نوشته کن. نوشته میکنم که بل نمبر که هستن ده 21 هست ازی مکمل اونو معمار تا خودش میگیره. بل دو دیت با کدام تاریخ باید پول ما پرداخت کنیم؟ مثلا که یک ماه خودش در نظر گرفته، از این تاریخ و از این تاریخ تفاوت یک ماه است. دا میموچ وای کچیرمون گالا نقد پیسی ورتا مشکل نیست دی. فقط ریسیو آیتم انتر بل میکنی او پی بل تزی بس. ریسیو آیتم انتر بل اردوش از جه میکنی صحیح است، باس پی بل میکنی صحیح است. پوش به خبر باندې دل دا انټر بیل چدی د سونو چ استاد خای انجم ریسیو آیټم او انټر بیل او د انجم ریس انټر بیل فور ریسیو آیټم او د انجم انټر بیل چی رقم کار است. هر کدام از تفاوت داره. ای به خاطر اکسپنس ما حساب میک استفاده میکنیم. وقتی که اکسپنس ته میخواست انټر کنی یک خاص طریق میک جنرال جنرال انټریز ما گفته بودیم مسافات خود چه قسم درس میکنیم. یک از این طریقه میشه انټر بیل صحیح است و واس پیبل میکنیم. اینمی پیبل هم برازی کار میکنه، ام برازی کار میکنه و ام برازی اینمی که از این دو تا که هست برازی کار میکنه. ای پیبل با کلش که هست قابل تطبیق است. پس اگر تو جنس گرفتی بل امرایش بود پولش دادی دما شما دا مینوی کستومر سلکو یک کمان داریم. اگر مشتری از پیش ما جنس با نقد میخره سلکو یک کمان است انتر سل دسپت ای ده استفاده میکنیم. جنس دادیم برش بل دادیم برش پیسه داد ای کمان است. دا وندر بازی تور نداریم. این جواز یک دفعه ریسی و ایتم انتر بیل میکنی که کار آسان شو بجای ازی از این طریقه میشه. خب ما این انتخاب میکنیم که اردویش دم یک ترانزکشن ریکارد شو برز و پیبل میکنیم بس صحیح شد. خب چه تا کولش ادوانس ما میخونیم. اگر از مشتری ادوانس میگیریم ما خود ما اگر ما با وندر خود ادوانس میتیم بوده گپ بزنیم انشاءالله صحیح شد. خب این کاره که کدی ده اینجا بعد از چی کار میکنیم؟ فقط میگیم سیو این کلوز میگیم. سیو این کلوز که کلیک کردی آلی بیاین شما یس میگیم آلی اگر شما بیاین در اونجا ما پی بیل کرده میتونیم حسابش خونموس هیچ تغییرات دیگه نامده فقط بلش درش کردم پیسه اونمو پیسه هست یا نیسته بیا در اینوینتری بیا در اینوینتری فیزیکل اینوینتری چکو اونمو اینوینتری سابقه است پنج پنج دانه ده ده دانه. آلی اگر ما بیاییم بگیم که بیادر ما میخواستم که رئیس برای ما گفت که بیادر قرضداری مردم خلاص کن که هر روز برای ما زنگ بزنه. خب اینجا آمدم ما میخواستم ببینیم که از کی قرضدار هستیم. در پیبل آمدم در پیبل که آمدم حساب کی پاک است که ما پولش پرداخت کنم. در اکاونت پیبل های افغانی ما یک اپل است
دا اکاونت پی بالای دلاری ما کست آه یک کمپانی دیگه بنام گوگل هم است صحیح شد تر سوچ تاسو انتر بیل اونا که تراغو پر پی بیل امپاسیبل کوله نشه او چه چل کو ما می بینیم که پول دارم که پول ازی رو پرداختم یا نداریم اوهی خونه میشه بخاطر چه کدن ازی طریقه ما میشه که بیایم در کمپانی سنپشار ازی طریقه میشه که در ریپورت بیایم ما شما در کمپانی فانانشل در بلنسی ازی طریقه میشه که در چارت اف اکاونتس بیایم کتا در اینجا آمدم در اکاونت های افغانی ما میبینیم هیچ پیسه نداریم در پیش فرهاد پیسه داریم 123,000 افغانی پیش کشیاریم سعیستا در اکاونت دلاری 1,000 دلار دارم بسیار پیسه سو بیدر در اکاونت دلاری بانکی که هست هم پیسه داریم 2,000 دلار از فرهاد پول افغانی رو پرداخت میکنیم دلاری رو پرداخت میکنیم سعیستا نفر گفتم بیادر بیا نفر خواستم بیا پشت پیسه نفر که آمد کشیر گفتم که هر وقت حساب ورق چیزایش خلاص شد باید پولش پرداخت کنی آمدم در کجا در مینوی بنده در بندرس که آمدم انتربل خوش شد دیگه هر دویش صحیح شد حالا چی کار میکنیم پیبل میکنیم بعضی شاگردها چی میگه استاد میگه تو چرا یک قسم میکنی مینوی وندر که است ایجا انتربل است اولی را درس برای ما نمیتی پیبل را درس نمیتی میای ای را درس میتی برای ما ای یک پروسی کاری داره صحیح است بر اساس زمو ای مثل پروگرام ورد واری نیست که سیو است و سیو است و پن است کلوز است و قسم کار نمیشه ای به این شکل کار میشه خب این شما خود تم دیدین که وقتی که هم کرنسی رو هم پیج ما کلیک میکنه میشه خود کویک بوکس چی میگه اول ایست بیادر باز ایست بیادر باز ایست بیادر باز ایست بیادر خودش برات راهنمایی میکنه طریقه پروسیجر کاری شو برات نشون میده دیگه کویک بوکس مثل ورد اکسل واری نیست ده اینجا که اومدم میگم بیادر ما پیبل میکنم پیبل که میکنی خب چه رقم از افغانی رو پی میکنی یا دلاری رو میگم اول می افغانی رو خب میخواستی اینو به اساس چی سورت میکنی به اساس وندرا سورت میکنی به اساس رفرنس نمبر میخواستی سورت کنی میگم نه به اساس دو دیت کدام تاریخ که بر سر ما مثلا پول وقتش پوره شده اونمو تاریخ به اساس اونمو تاریخ ها کس ما چی میکنم سورت میکنم دو دیت یعنی به کدام تاریخ باید پولش ما پرداخت کنیم خب این تاریخش بسیار وقت داریم یا نداریم وقت زیاد داریم میگم ما چی میکنیم اینو میره پیمنت میکنیم مکمل پیمنت میکنی اگر مکمل پیمنت میکنی خود صحیح سیچ به ایجه دست نزن اماونت رو پی صحیح سن خو ایرا که پیمنت میکنی از چی پیمنت میکنی اکاونت بانکی تا انتخاب میکنی از کیش اکاونت پیمنت میکنی میگم بله از کیش اکاونت افغانی ما که هستن از این ما پیمنت میکنیم چون افغانی است اکاونت های دلاری رو کلش چی میکنه هایت میکنه رو نمیاره برای ما اگر شما اینجا بیاین دلاری انتخاب کنین دلاری باز اینجا ببینین وقتی که ما سلیک کنم ده اینجا اکاونت های دلاری رو نشان میده نمیده نشان میده نه ای چون هم کرنسی ماست به او خاطر خواست است خو اکاونت های دلاری رو نشان میده اینجا آمدن گفتم نه افغانی رو من پرداخت میکنم ایره سلیک کو که سلیک کردی از کدام اکاونت پیمنت میکنی میگم از کیشیر اکاونت کیش اکاونتی ما شو که پیش کیشیری ما پول هستن خو ایره که انتخاب کردی برای ما میگه اگر تو مکمل 50,000 افغانی رو از این اکاونت پیمنت کنی 73,000 افغانی اندینگ بیلنس از اکاونت میشه مکملش پرداخت میکنی نه مکمل پرداخت نمیکنم 20,000 شد 30,000 شد پرداخت میکنم دیگه شب دیگه وقت پرداخت میکنم بخاطر از اینکه وندر از سر صدا انداخته بود باش که یک چیزی قرار شود اینا لی شما سیل کنیم وقتی که ایره کلیک کردی ایره اتوماتیکلی تغییر کردی یا نکرد صحیح است و در اینجا برای ما میگه که اماونت اوریجینال اماونت تو اماونت دو چقدر بود 50,000 اماونت که تو پی میکنی چقدر هست اینا قدر هست اگر کدام دیسکاونت ما با ای گپ زده باشیم ده اینجا اور سیت میکنیم اگر کدام کریدیت اویلیبل کریدیت داشته باشیم اور ده اینجا اد میکنیم دیسکاونت اونمو دیسکاونت هست اگر باید تن باشه که ما گفته بودیم که به نام کاستم پیمنت ترمز یک چیز گفته بودیم که اگر ما ده یک روز پول پرداخت میکنیم 5% دیسکاونت برای ما میده و نمو دسکانت باز ما در اینجا اد میکنیم کار میکنیم سر ایسی خب و ای کس ست کریڈیٹس چی کار میکنن ای بدو حالت ما استفاده میکنیم اگر سه حالت یا اگر اوپننگ بیلنس سر ایسی مشتری وندر ما داشته باشیم از سال قبل یه اسپیش مدوانس گرفته باش سر ایسی پول داشته باشیم یا امسال پیش ازی که ما خریداری کنیم اسپیش مدوانس گرفته باشه و یا هم جنس برای ما آورده باشه باز جنس ایسی خراب باشه پول سر ایسی مانده باشه بازور در اینجا برای ما نشان میده در سه حالت خب او را عملی کار میکنیم اگر میخواست همی بل ببینی گو تو بل کلیک کنم بل که نمبرش چند است ده بیست یک نفر گفت بیادر بل ازیر ده بیست ما میخوام یک چک کنم که چی هست نه چیز نیست
اینا کلیک کو گو تو بیل اونم بیل برد باز میکنه اینی اینی چیزها ده اینجا اینکلود از خواه خواه صحیح است صحیح شد اگر تاریخ پیمنت تا ازیج انتخاب میکنم کدام تاریخ است میگم امروز پیمنت میکنم با شکل چک است با شکل کریدیت کارت میگم نه چک است صحیح است خب بعد از اینکه اکسچنج ریت خوب براتون گفتم به خاطر چی فعال نمیشه به خاطر اینکه هون کرنسی است با مو شکل دیگه آپشن هایش هست اگر چندین دونه سلکشن کرده باشی میخواستی کلیر سلکشن کنی خودت یک دونه رو انتخاب کنی به خاطر از این مایر استفاده میکنه مثلا در بخش میتون کش وجود نداره نه صحیح است وندرا زیاتر خود این مشکل نداره دیگه تو چک انتخاب کنی کش انتخاب میکنی مشکلی هیچ نداره چون اینجا اکاونت بانکی رو که انتخاب میکنه میشه چک میه خودش صحیح است اگر چک باشه هر چک باشه حسابش پاک میشه پیسه رو کش بده خود چک انتخاب مشکل نداره بعد چی میگم pay selected bill ایره که انتخاب کنیم برای ما میگه که بیدر امو سمری امو پیمنت برای ما نشان میده به تاریخ زمی تو زمی اکاونت به شکل کیش با کی با اپل چقدر پول پرداخت کردیم 30,000 افغانی دیگه بلم کدام بل دیگرم پرداخت میکنی یعنی امیر چک پرین میکنی بس خلاص دن اگر میگیم ایره که پرداخت کردی این افر گفت بیدر والا ای خوب چیست کم از ایره نمیگیدیم در کم خب یا که می دیگه ایشم برد پرداخت کنم باز هم دم دا pay more bills یا یک وندر دیگه است بل از اونم پرداخت میکنی بیا دا pay more bill دا اینجا که آمدی و یک بل دیگرم پرداخت میکنم ای دفعه می آیم امو بلای دلاری را کلیر میکنم ای را انتخاب کنم میره که انتخاب کنم چقدر قرضدار هستیم 3,900 کامل انتخاب کردیم ای راست کدام اکانت پرداخت میکنی ای راست اکانت دلاری پرداخت میکنیم یک هزار افغانی دلار داشتیم یا نداشتیم 690 دلار میمونم برای شما میگم سایس مشکل نداره ایرم چیکو پی سلیکتد بل گفتم ایرم پیمنت کردم دیگه پیمنت میکنی نه دن انتخاب کن دن که انتخاب کنی ده اینجا ببین اکاونتی وندر دلاری ما گوگل چی شد کلیر شد نشد صفر شد یا نشد از او که 50,000 بود چه قدر مانده ده کمپانی سنپشارت بیا ببین اینجا فرهاد از دلار اکاونت افغانی ما چقدر پیسه رفته تقریبا 30,000 123,000 بود نبود و از این کس چقدر در اکاونت دلاری مانده 64,000 و به مو شکل اکاونت پیپال ما چقدر مانده مکمل 20,000 دلاری اکاونت پیپال داریم یا نداریم صفر است در مقابل از چی شده جنس به شما اضافه شده به این شکل شما چقدر میتونین پول پرداخت کرده میتونین بعدا مثلا این نفر باز آمد گفت که پول دیگه ما پرداخت کو پیش ما پول پیدا شد گفتیم بیا بیدر پیسی تا بگی پیسیش که دادیم اینه باید چی کنیم ده اینجام برستنم که ما پی بل کردیم بل پرداخت کردیم با کی با افغانی یا دلاری پی بل کردیم افغانی ایره انتخاب کو امی مکمل یا کم کردیم نه مکمل است از کدام اکاونت ایره پرداخت کردیم میگم ایره از کیش اکاونت ما افغانی کیش اکاونت بعد روز پی سلیکتر بل میگم ایره انتخاب کردیم دن انتخاب میگم بیام چی شد کلیر شد صحیح است اگر میخواست ریپورت امروزی رو ببینی که ما چقدر ترانزکشن ریکارد کردیم صحیح است اینجا بیا در اکاونتنت ان تاکسز اینجا که اومدی در جورنال بیا فقط تاریخ امروزی رو انتخاب کن توی تو دیر که انتخاب کردی تمام ترانزکشن های امروزی رو بت نشون میده که بعد امروز اول چیکار کردی تو با اپل کی هستا ازو کی هستا اکاونت پیبل کردی اکاونت از پایین ریسورت کرده با اساسی خورد با چی کی هستا مینیمم تو مکسیمم سورت کرده ای باید بالا می بود ایره ای قسم سورت کرده بر صورت میگه اول تو چی کردی تاریخ خوب 24 است اینجا ما بر ازی پیمنت کردیم اکاونت پیبل صحیح است چرا به خاطر ازی که اکاونت کریدیت شد اکاونت پیبل ما کریدیت شد یعنی قرضدار شدیم به خاطر ازی که اینی چیزا رو ما خریداری کردیم ای آیتم دبیت شد آمد تو بزنس ما و اکاونت پیبل ما چی شد کریدیت شد ما برعکس بیشتر خوندم پس ایره ایجا ای دبیت شده چل که اول دبیت است و ای که چی شده این قدر اکاونت پیبل ما کردیت شده اکاونت پیبل چی است لایبلیتی یا نیست ما گفته بودیم لایبلیتی که زیاد شد چی میشه کردیت میشه نه اینجا ببینی کردیت شده نشده کردیت شده بعد از چی کردیم باز یک بل دیگر چیز دیگر ما ریسیف کردیم چی ریسیف کردیم کامپیوتر ریسیف کردیم و دیگه چیزها رو ما قسم ریسیف کردیم خب ایجا من فکر کنم که کامپیوتر اینترنت اکسپنس پرداخت کردیم صحیح است خو ای صفر است نشته دو دا اتوماتیکل راغله دی ای بخاطر چی اومده بخاطر از یک بایتون با شما گفته بودیم وقتی که یک ترانزکشن مشخص به یک وندر انتخاب میکنی وقتی که انتربل میکنی بدون از که تو انتخاب کنی خودش میاد برش
باید تو ناس یا نیستا اینجا بیا ای کدام وندر ماستا گوگل است نیستا بیا دا اینجا دا وندر بیا دا وندر که آمدی گوگل باز کو رایت کلیک کو ایره ایدت بیا دا اینجا سل کو دا اینجا دا اکانت ستنگ او نمو ترانزکشن انتخاب شده گیز خودش با او خاطر او آمد صفر آمد آفرین خودش می آمد اوتومات خودش آمده مگم اماونتش چیستا صفر است دا اینجا فقط اینمی اینونتری ما خریداری کردیم اومو اماونت چی شده؟ کردت هم شده اینونتری دیبیت و اکاونت پیبل کردت باز چی کردیم؟ پیمنت کردیم بل پیمنت کردیم کدام بل پیمنت کردیم؟ با کدام تاریخ اینمی تاریخ سلکو از کدام اکاونت پیمنت کردیم؟ ما از کیش اکاونت دیگه مردم چی کار میکنه؟ وقتی که پیمنت میکنه ار بلا اونم بل نمبر ده اینجا میرسانه یکی از اشتباهی ما اینمی بود که او رو ما نرساندیم دا میمو باید او رو نوشته کنین شما در تمام جای مالی می کار میکنه که معلوم شود که اینی بله که ما پیمنت کردیم کدام بل نمبر است این نمیس یا این نمیستا با اون شکل دیگه پیمنت کردیم دیگه پیمنت کردیم مکمل دیبیت و کریدیت سایت چیستا بل نمبر که پرچیز آردار دیدیم بله نه نه پرچیز آردار نه ما پرچیز آردار دادیم ریسیو آیتم کردیم امرش بل بود و نمو بل باید اینجا ما پرسن نمبرش سایستا بله بله رسید نمبر یا رسید نمبر رسید نمبر بلکل این حال سر کوئی ترانزکشن های مکمل موزیم هستا خب استاز داو لیکن استرانگر ترکین یعنی که چی جورنال تلات شو ال تباقا ترانزکشن نمبر را براشی پخل وچه با دباقا ترانزکشن نمبر را خو رفرنس دبارا جورنال چنی استرانگر طریقه نه ده استرانگر طریقه دقا ده نخو مونگا دوستو چاول سل اکاونتینگ سایکل پروسس کرو حال ته خو کله چې منول من کار کو بیا کتابچه کې اول جورنال د خپل د اسکور ډیبیټ کریډیټ شته کنه شته جورنال جوړ کړه کنه جوړ کړه شته دی خو هغه ترانزیکشن نمبر خدا مونږ خپل اشتباه کړې ما ته ویل کنه اسکور زر اعظم وینډر خلاصو ما وینډر باندې مکلې کو کدلتا نه خپل کویک بوک چې ترانزیکشن نمبر وره اخر کای صحیح شو خو دلته باید اصولي طریقه دا ده دی اصولي طریقه ده هغه خو هر یو نمبر وره کای صحیح ده خدای اصولی نمبر دی که با تب بل نمبر رسه ترانزیکشن نمبر جدا دی دا خود دلتا ما تخیص گور دلتا ترانزیکشن نمبر شتا ما سره دلتا راشا جورنال تراسه گور ما توی ترانزیکشن نمبر چوده می واقستا ای ترانزیکشن 24, 25, 26, 27, 28 خویی دا میمو که هستا دا میمو باید خود ما بل نمبر شم رسانیم دا جورنال هم که شما میرین اوجه او خودش بل نمبر را نمی رسانم تو باید برسانی دا میمو د اینجا ما چی کار باید میکردیم ما خود ما باید میرسیم مثلا اینی پیمنت کردیم نکردیم این رایت کلیک کو چقدر است 30000 افغانی د اینجا آمدیم دا ادیت ترانزکشن ما خودم دا میمو اشتباه کردیم د اینجا باید ایره ما میرسیم دیم درس میکردیم دا میمو ایره صحیستا یا مثلا تو میخواستی دا پیمنت آمدم دا پیمنت که ببخشیم پیبل میکردیم پیبل که میکردیم پیبل مثلا آل خو پیبل کس قرضدار نیستیم صحیست نیستا خو شما میتونی که اوجا دا موچی هم نمبرش نوشته کنید بخاطر از اینکه دا اینجا ای رفرنس نمبر خودش میگیره از اوجای دا میمو دا اینجا وقتی که ما ریسیو آیتم انتربل فور ریسیو آیتم میکردیم او نمو بل نمبر اینجا خودش میگیره باید اوجا ما او رو درش میکردیم نو پا دی خاطر باید بل نمبر رو شاین طول منگسو کو ورسو دا یه وقت خبره بل وقتی که ما جنس میخریم بعضی اوقات قسمی میشه که یک جنس خراب میبره پس او رو ما مسترد میکنیم او رو چه قسم حسابش پاک میکنیم آمدم با می کمپانی اسد خب افغانی میگیریم به خاطر از اینکه دلارش باز یک جنجال زیاد است افغانی اپل گرفتم اینمی اپل چون دیتیل وندر هم تیار هست اوجه از اسد هیچ معلومات نوشته نکردیم چلکو خالیس بیخی ای را گرفتم آمدم در اینجا در اینجا که آمدم گفتم این دفعه نه پرسیز آردر کدم نه چیز دیگه فقط میگم ریسیو آیتم این انتربل به این نفر گفته بودم که اگر تو کمپیوتر بینی مشخصات پیدا کردی برای من یک دادانو بیار این پیدا کرده بود آورد به دفتر ما بلم امرش تیار جور کرده بود این نفر پیسه دوست بود ریسیو آیتم انتربل گفتم خب بل از کی ریسیو که آیتم از کی ریسیو کردی از اپل بله کدام کدام آیتم ریسیو کردی ایره نو انتخاب میکنیم کدام کدام آیتم ریسیو کردی میگم که از این ریسیف کردیم ما اینمی سی پیو رو ریسیف کردم کور آی 7 سی پیو صحیح شد کور آی 7 سی پیو رو ریسیف کردیم چند آن ریسیف کردیم میگم تقریبا هفت آن ریسیف کردیم هفت آن سی پیو رو ما چی کردم ریسیف کردم هفت آنش چقدر میشه 21000 افغانی میشه سایت چیزایش مشخص میکنه نه میگم
سایت مشخص نمیکنم مشخص میکنم میگم اینا میره میگیرم که با سیف نمیشه ترانزکشن دیگه معلومات چیزی رو درش نمیکنم دمیمو بل نمبر چیزای شگا میخواستی ده اینجا رو نوشته کد دمیمو دیگه نوت نوشته میکنم نوشته کد بل نمبرش نوشته کردم که بل نمبر ازی ده بیست و دوسته بعد ازو سیف این کلوز انتخاب کردم سیف این کلوز که کلیک کردم 21000 افغانی از این نفر قرض دار شد صحیح جنس گفتم با نمو جان پولش هم پرداخت کردم چی کردیم پولش پرداخت نکردیم گفتم پولش باز بر روان میکنیم صحیح است تانوس به خاطر از اینکه جنس ما چی نکردیم جنس که چک کردیم دیدم بعد از یک هفته بود که دایی دو زن خراب بود هفته نه گرفتم یا نگرفتیم دو دانه ازی خراب برآمد اول میرم اینونتری خودم میبینیم که سابق تا تا نبود دا تا نبود هفت تا نمیشنه این هفت تا نشدم رای ما خود دو دانش حالی اگر تو میخوایی رو پس مسترد کنی چی کار میکنی؟ پرچیز ریترن یک ما سلس ریترن داریم یک پرچیز ریترن یا ریفند داریم سلس ریترن وقتی که مشتری چیز رو برای ما مسترد کنه پرچیز ریترن وقتی که ما چیز رو با وندر خود مسترد میکنیم صحیحستا؟ آمدیم در کجا؟ در وندرز در ببخشیم در مینوی وندرز در اینجا که آمدیم رسیو آیتم این انتربل ما کردیم نکردیم ای دا باز کلیک میکنه همی کمانده باز که کلیک کردی ای دفعه بجای بل چی انتخاب میکنیم؟ کردیت انتخاب میکنیم ای کردیت که هستن؟ ای پرچیز ریترن کمانده که بخاطر پرچیز ریترن استفاده میشه اینمیست خب ما میگم به اینمی جوان که از بنام اپل یاد میشه یک پرچیز ریترن چی میگه؟ پرچیز ریترن اد میکنم این مسیج به خاطر ازی میده که معلومات ازی که هست اینجا اد نیست اگر نو انتخاب کنم کل معلوماتش خودش میاد اینجا این چی کردم؟ کریدیت پرچیز ریترن اد میکنم این را که انتخاب کردم خب کدام آیتم تو ریترن میکنی برای ازی خراب برآمد میگم از این ما بیادر کور 7 کمپیوتر گرفته بودیم چند دانش ریترن میکنی؟ تو دانش ریترن میکنم تو دانش چقدر میشه؟ تو اینجا موبایل نمبرش نوشته کن موبایل نمبر از این 20-22 بود از چقدر افغانی؟ نه نقدر دمیمو نوشته کن که these items need repair یا هر چیز که نوشته میکنی یا مثلا چیز مشکل دار هر چیز که نوشته میکنی صحیح شد؟ سایت از امو سایت نرمال که دراپ شیپ است رو انتخاب میکنیم این بای دیفالت سایت است وقتی که توی رو فعال کردی باید مجبور است که یکش انتخاب کنی بعد از او چی میگیم؟ سیو این کلوز از اون نفر چقدر قرض بود ما شما؟ 21000 6000 برای چند میمانه؟ 15000 میمانه نی؟ سیو این کلوز کلیک کن سیو این کلوز کلیک کردی چه قدر شده از این نفر قرض؟ 15000 قرض شده بعد مقابل از جنس هم کم شد نشد بیاد کدام جای دمینوی اینوینتری دا فیزیکل اینوینتری ورشید بیا سابق چند بود؟ 79 بود آلی چند شد؟ 15 شد با این شکل شما چی میکنین؟ وقتی که جنس بر خراب میبره پس برای مسترد میکنین در برنامه کویک بوکس البته که شما خریداری کردین خب این پولش هم یک حسابش کلیر میکنیم بعد از ما چی کار میکنیم؟ سر دیسکاونت کار میکنیم سر چی؟ دیسکاونت کار میکنیم آمدم در ویندرز در اینجا که آمدیم گفتیم بیادر پیمنت میکنم پیبل میکنم دیگه جنس سالم بود مشکل نداشت یعنی دو دانه خراب بود رو روان کردیم در پیبل که آمدی پیبل های افغانی را انتخاب کردیم چقدر قرض هستن 21000 گفتم میره پی میکنم از کیش اکاونت ما افغانی اکاونت ما 52000 میمونه پی سلیکت میکنم کیش نه لرو دیده پرستا خبر سعی دان فقط دلتا همیشه چی منگا نه آقا دلتا نده دیزی که نشته دلتا دلتا شتا نشته دلتا که طوری که دغزه کاش کنگو دیزی که لانده اوسی نشته بکی پی سلیکت رو کلیک کن یاو دان دلتا موسه رو گوری چه کلمه دا تلول دلتا دی ویندر بانم کلیک کولا ایڈیت ویندر تا دیزی که منگ کتا پام کرده منگ انتخاب آول ورطا دیزی که صحیح شو او درگه پا کم نزی که اوچه ایڈیشنل انفرمیشن پیمنت چه دا منگ دیت پیمنت کو پا شکل دا چیش کو نشته دیزی که اگر پیشنل که چمو گردکاو نه نه دا خود صرف ویندر تایپ دی چکم بکم ویندر دی سیده پیمنت میتود چه دیده کستومر دا پارا منگ درو دلا دیده پارا نشته دی که دیش دلتا منگ سر اوسی دیزی که پیمنت میتود تو گورا دی لیست که
دیږي کې پیمنٹ میتھڈ شته موږ سره پیمنٹ میتھڈ لیست ها دلته څو څه دانې دي کیش او چک دا ټول شته دي هلته صرف چیر راوړي چک راوړي او بل ماسٹر کارت راوړي ها ها زه به بیا هم ګورم ښه خو هلته دوه دانې راوړي چې دا ول دوه دانې راوړي نور نه راوړي دی باندې به زه دا به چک کوم په هر صورت مشکل نه جوړي که ته کریډیټ انتخاب کې او که کیش انتخاب کې هیڅ مشکل نه جوړي صحیح ده دا هم څه شی وکړه ګوره هغه مره باندې پیمنټ وکړه دلته منفي راغی سل کو مره ته دیگه چیز مصروف کردی خود این کار اشتباه شو اشتباه نشده هر وقت که شما ایرم پاس میایم ده اینجا مو ترانزیشن اخیری کدام بود 15000 بود نه 15000 اینمی بود نه اخیری ترانزیشن که ما پیمنت کردیم پیمنت ها اینمی رو پاس میریم اینمی را ادک میکنیم ترانزیشن خب ده اینجا مشکل ما ده اینجا بود که وقتی که ما پیمنت میکردیم ده اینجا پیمنت که میکردیم باید اینجا اونم ما تر شما گفتم وقتی که ما او را چی میکنیم پرچیز ریتارن میکنیم باید او دا سیت کریدیت اویلیبل کریدیت میه او را باید از اینجا کلیر کنی باز تو پیمنت بکنی او را ما کلیر نکردیم آلی این ویندر ما چقدر قرضا شده 6000 قرضا شده این با این مانا که ما پولم برش نقد داده بودیم 21000 افغانی برش داده بودیم و از دو قلم جنس هم برش مسترد کردیم خو معلوم دار است که چقدر شده آلی ای چی رقم میکنه ای را باز وقتی که جنس دیگه ما از پیش ازو میگیریم باز او تبادله میکنیم ریورس کی گی خواله او طریقه چه یاد بگی ریورس کی گی تلاشا اما اگه وقت لما اگه هستوی که اما ترانزیکشن پیدا که ایڈیٹ که بیرت ریورس که بیخی دیلیٹ که مشکل نداری دل تلاشا دیزی که جرنال که ترانزیکشن پیدا که دیلیٹ که مشکل نداری صحیح ده آلی چه کار میکنیم؟ در این جمعه هم میگیم بیادر از این هر باز چیزی را گرفت خوب شد که مشکل پیدا شد که یک قسم مشکل شد شما چه قسم رو پروسس میکنیم گفتم که ما آیتم را ریسیف کردیم از کی آیتم را ریسیف کردیم؟ از امی جوان ریسیف کردیم چی را ریسیف کردیم؟ اونمو کمپیوتر را کدام کمپیوتر را میگیم؟ کورای 7 کمپیوتر صحیح است؟ چند قلم ها؟ دو قلم ها خب بل نمبرش چند است؟ نشته کدوم بل نمبر از یه است؟ 23 صحیح است سایت هم او سایت خودش انتخاب کردیم سی بیده کنیم گفتم حالا حساب چی شد؟ 6000 قرض داریم آبا خب تو من رو خطا کردیم به دیگه طرف رفتم فکر من دیگه طرف بود اینجا بر خیلی خب او سکار گو حالا چی میکنیم اون اون پروسه را که بعدا قبلا از پیش مامان او را کار میکنیم اگر ما موضوع دسکاونت داشته باشیم دسکاونت چه قسم؟ با اینمی اپل گپ زده بودیم که بیادر اگر پول ما در یک روز برد پرداخت کردیم چند فیصد دسکاونت میتی برای ما؟ 5% دسکاونت میتی میایم در پیمنت سیتنگز در اینجا که آمدی سلکو در پیمنت سیتنگ نیست در چیست در پیمنت میتود است در کجاست که یا ما او را با ویندر خود داریم در اینجا هم داریم پیمنت ترمز در اینجا آمدیم در پیمنت ترمز آمدیم ایر انتخاب کردیم پول باید در 20 روز پرداخت کنی اگر در یک روز پرداخت کنیم 5% دسکاونت برات میدیم ایر انتخاب کنیم پس ایر چه قسم باز ما کالکولیت میکنیم چه قسم ایر حسابش پاک میکنیم آمدم در وندر باز گفتم ریسیو آیتم کردیم از اینا خب برای ازی پرسیز آردر کردیم پرسیز آردر از چی پرسیز آردر کردیم میگم که ام از امی بیتریا ایرم پرسیز آردر کردیم ایرم و ایرم صحیح است چند قلم میگم ازی دو قلم ازی دو ازو دو دن ازی کمال چقدر میشه 11400 پرچیز آرده نمبر چند است؟ تاریخ امروز تیار چیزا کلش آمده صحیح شد؟ برزو فقط سیون کلوز میگیم سیون کلوز که کلک کردی سپلنگ چک اگنور میکنم ایرو میکنم آلی آمدم چی میکنم در وینڈر آمدم گفتم بیاده ریسیو آیتم انتر بیل ریسیو آیتم کدم و بلشم انتر میکنم از کی ریسیو آیتم کده از امی جوان یس انتخاب کدم یس که انتخاب کردیم پرسیدار را برای ما آورد او روکی کردم کل معلوماتش در اینجا آمد برای ما میگه this name has time data in the company file do you want to want this check or bill to represent this time work name میگه the history is یک time activity وجود لار میگم او را نو انتخاب کردم اونو history شم پاک میکنیم باز خو خیر باشه سایت هم انتخاب سایت نمیکنیم انتخاب سایت انتخاب میکنیم اینو میره کلش ای بیاس به کلش میخوای بیاس انتخاب کردم بل نمبرش هم نوشته کردیم
بیل نمبرش که است 20-24 است. صحیح است؟ 7 کلوز گفتم. 23 شد. 24. یه 7 کلوز گفتم. 7 کلوز که کلک کردیم. حالی نفر ما از این نفر چقدر قرض هستیم؟ 11400. وقتی که ما پیبل میکنیم برازی اینجا بیایم پیبل. پیبل که میکنیم از پیبل به کی میکنی؟ به اپل. به اپل پیبل میکنیم. صحیح است؟ 6000 افغانی از این تانوز مانده. اونجا برای ما صفر نشان میداد. خب حسابش کلیر نشده مانده است برای ما. خب ایران باز گپ میزنیم. با اپل که پیمنت میکنی اتوماتیکلی سل کو اول برای ما میگه که دا اپل که از تو اویلیبل کردیت داری. اویلیبل کردیت به این معنی که 6000 افغانی اپل از تو قبلا قرضدار بود. باید تا نست یا نیست؟ اینمی 6000 ما تبادله میکنیم با اینمی 6000 که حساب از چی شود؟ پاک شود. او جب جنس برای ما آورد او ما از پیشم پول گرفته بود باز جنس ما آورد خب حسابش در کوئک بوکس پاک نکردیم ما. صحیح است؟ او رو باید یک ذره حسابش پاک کنیم. مثل که ما شما تا وقتی که انتربل نکنیم پیبل کرده نمیتونیم. این رو باید پاک کنیم. برای ما میگه تو از اپل 6000 افغانی قرضدار هستی. میگم بیادر صحیح است؟ از اپل 6000 افغانی ما جنس گرفتیم اپل خودش از پیش ما قرضدار بود. سال کوئی چه برای ما کوئک بوکس میگه نمبر آف کریدیتس توتال کریدیت اویلیبل چقدر است؟ برای ما میگه اماونت تو پی 6000 تو پی کو. میگم ایده تبادله میکنم با اویلیبل کریدیت. اینجا بیا سال کو برای ما میگه کریدیت اویلیبل چقدر است؟ 6000. میگم ایده تبادله کو. اوکی دن کلیک کردم ای چه میشه اماونت تو پی؟ صفر میشه. چقدر پول باید ما پرداخت کنم؟ هیچ. چون تو از این قرضدار بودی ای از تو قرضدار است. جنس مسترد کرده بودی برش پولیش نداده بودی. باز جنس گرفتی پولیش ندادی آل اونمود به این نظر چی میشه؟ پاک میشه صفر میشه. فقط پی سلیکتد بل میگم. باز چی میایم؟ باز دن انتخاب نمیکنیم پی مور بل میگیم. این دفعه اینو که انتخاب کردی باز برای ما میگه تو از این نفرم قرضدار هستی. وقتی که اینو کلیک کنیم سل کنیم به مجرد که اینو کلیک کنیم دیسکاونت فعلا چیست؟ صفر است. اینو که کلیک کنم اتوماتیکلی برای ما اونمود پیمنت ترمز میاره. میگه شما با این تعهد کرده بودین که بیادر پول باید در 20 روز پرداخت کنی که دو ریت ازی چند است؟ این همیست هست 28 که است شما ترانزکشن را انتر کرده فکر کنم صحیح است و نه این دسکاونت دیت است که تا این تاریخ تو میتونید واجد دسکاونت باشی صحیح است بل دیت کدام تاریخ است؟ اینجا بیاد بل ببین بل دیت ما 27 است و دو دیتش کدام است؟ اونمو نمیفهم یک ما چقدر 20 روز در نظر گرفتم صحیح شد؟ خب ایره که انتخاب کردیم آلا میخواستی دسکاونت را سیت کنی اتوماتیکلی خودش کالکولیت میکنه میگه از این پیسه را 5% شنه قدر میشه این سال که چقدر است؟ 11400 آمدم گفتم بیدن 11400 ضرب میکنیم در 5 تقسیم میکنیم در چند؟ در 100 انتر کلیک که چقدر میشه؟ 570 خودش محاسبه کردم میگم ایره محاسبه میکنم سر دسکاونت که اومدی خودش برات میگه اینقدر پیسه میشه به اساس اینمی تعهد که تو کردی کریدیت خود ما او دفعه گپ زدم نه اویلیبل کریدیت که بیشتر کار کرده خب ده اینجا باید ما و شما یک اکاونت داشته باشیم به نام دسکاونت ریسیوید وقتی که ما به مشتری دسکاونت میدادیم به نام دسکاونت الاود این به نام دسکاونت ریسیو است داریم ببینیم کدام اکاونت داریم نداریم بنام دسکاونت ریسیو نداریم میام د اد نیو که اومدی د اینجا میگم کی دسکاونت ریسیوید و تایپ از چی است انکم است برای ما شما انکم است پی سلیکت سیوینگ کلوز میگم سیوینگ کلوز که کلیک کردی کلاس شما مشخص نمی کنیم فقط دن میگم اینجا برای ما میگه اماونت دو کی است اماونت دو چی قدر است پولی که تو پرداخت کنی 11400 دسکاونت یوز 570 اماونت تو پی باید چقدر پول پرداخت کنی بعد از دسکاونت 10830 افغانی اوریجینال اماونت اینه قدر بود و اینمی بل نمبر است اینمی تاریخی را انتر کردی دن بگو اینجا برای ما میگم سل کو اوریجینال اماونت دو اینه قدر بود دسکاونت یوز اینمی قدر است دسکاونت دیت اینمی است و کریدیت استفاده شده نه و اماونت تو پی چقدر است اینه قدر از کدام اکاونت پیمنت میکنی از فرهاد پی سلیکتد بگو حساب چی میشه دن کلیک خلاص به این شکل شما اویلیبل کردیت هم استفاده میکنین و به اون شکل شما دسکاونت هم استفاده کالکولیت میکنین محاسبه میکنین که چه قسم اگر اردویش باشه باز چه قسم ما محاسبه میکنیم به طور مثال
خو از این نفر ما چی میخریم؟ از این جوان از این اپل باز چیزی رو میخریم. آمدم گفتم ما چی کردیم؟ ریسیو آیتم کردیم از این اپل. چی را ریسیو آیتم کردیم؟ میگم که از این ما این کور آی 7 کامپیوتر نه این ام بی 3 رو باز میگیریم. کل از این را انتخاب میکنم و دو دونه انتخاب میکنم. دو دونه از این میگم دو دونه از این آردر کردیم، دو دونه از این آردر کردیم، دو دونه از این، دو دونه از این آردر کردیم. صحیح شد؟ ریسیو کردیم، آردر نکردیم، ببخشید. ریسیو کردیم. بل نمبرش چند است؟ بل نمبرش 20-25 است. صحیح شد؟ بعد از او سیو این کلوز گفتم. وقتی که سیو این کلوز کلیک کردم دیسکاونت چیزاش میبینی خودش یک سکتگی است. موج انتخاب کرده بودم میرم. سیو این کلوز کلیک کردم. خب سایت انتخاب. چی انتخاب نکردم؟ سایت انتخاب نکردم. با کلشم یک سایت انتخاب کردم. یس میگم با کلش انتخاب شد. سیو این کلوز گفتم. خب چقدر قرضدار شدیم؟ 11,100 روپ. از این را این پس مسترد میکنیم. یا یو مسترد کن. او یا یو مسترد کن. ریسیو آیتم آمدیم. کردیت انتخاب کردیم. خب چی را با کی کردیت میکنی؟ اپل. این چی را مسترد میکنی؟ با کمپانی اپل. خب چی را مسترد میکنی؟ میگم ام بی 3 است و ام کیبورد است و ام ماوز است مسترد میکنم. سکرین است. سرکو کیبورد ماوس بی 3 و سکرین از لپتاپ. چند دانه آیتم یک یک دانه رو مسترد میکنم. مکمل پیمنتش 5,700 میشه. 5,700 دیگه سر ما باقی میمونه. صحیح شد؟ بل نمبرش میگم که این جنسی که ما مسترد کردیم از همین بل نمبر است. در میمو نوشته کو یا مثلا یه دمیج شده یا خراب بود یا مشکل داشت اکسپایر شده به اساس حساب شما اکسپایر شد، تاریخش تیر بود، صحیح است مسترد کردیم. اینجا بیا ایر انتخاب کردیم. یه آپشن به خاطر از این میگه که تو میخوایم یک سایت به کلش استفاده کنی. یس میگم سیو این کلوز گفتم. سیو این کلوز که کلیک کردی چقدر قرض شدیم؟ حالا اگه ما پیمنت کنیم واجد شرایطی با دیسکاونت هم هستیم یا نیستیم؟ هستیم با دیسکاونت. صحیح است؟ آمدم چی کردیم؟ دا وندر آمدم میگم پیپل میکنم. پیپل که میکنی وقتی که نام از این ترانزکشن از این که انتخاب کردی ام نمبر اف کریدیت است و ام دیسکاونت است. میگم برادر یک دفعه ایر همزمان میتونی ازیش سیت کنی هر دویشه از این طریقه میشه و از این طریقه میشه یک چیز سر دویشه. میگم یک دفعه ایر سیت کو برادر دان انتخاب کو ایر سیت شد صحیح شد او سفر شد سل کو اینه قدر پیسه را باید تو پی کنی. اوریجنال اماونت اینه قدر بود و کریدیت یوز اینه قدر شده، دیسکاونت یوز اینه قدر شده. باز آمدم سیت دیسکاونت میکنیم. ایجا که آمد دیسکاونت کل چیزا انتخاب شده گیستا بعد از دان میگم حال چقدر؟ 5,130 روپه رو باید ما پیمنت کنیم. هر دویش استفاده کنیم. از امی اکانت ما ایر چه میکنم؟ پیمنت میکنم. پی سلیکت بل گفتم دان کلیک کردم. حساب چی شد؟ باش با این شکل شما ام انفرادی تنها دسکانت پروسس کرده میتونی. ام میتونی اویلیبل کردیت پروسس کنیم و ام میتونی هر دویش ام اویلیبل کردیت و ام دسکانت پروسس کنیم. خو ای بود درسی امروزی ما. شما سوال خونه داره استاد رو بخاطر و بیا مو مستعد کن تا من توان دیگه بیا خواهن بیتا بیتا رکی گنا بیتا خواهن که ولی کی گنا تو تا بول میگی چیم سب دو آردر که دمو دو مشای من خراب بخاطر بلکل میمو که التزام سر اینوینتری کی لیست کشید داغش خراب دیدا مشکل داری. هر آیتم چی تری سیف که التم میمو لری که نه لری ریسیو آیتم که میمو و توی چپ دی که دریانی من سر مشکل لری حتی اگه و پروداکت نمبر و شانی میکنه شش داغ 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 پروداکت نمبر یا ولی بالو تور کشید داغ خراب شدی دی اگه بکی پنه خدا خصوص داغ کار نکی دی که اگه چیشه که ریستا تا خو آیتم راگل ورورا تی که پنه خی که پنه خانه که کویک مو کی ضرورت نشت پنه خی جنس جدا کاتش دا مشکل لری. کویک بوکس کی ولی زکه تابن خو پیسې چارج شوی دی ولی په نخکه مصرف په تر شوی دی مسترد کیږي نه ځان سره جدا کیږي. کویک بوک کی مرسته خو بیا دم که زړه تنګی کوله واخله غوې کومې مو کې ولیکا صحیح شو